شانزدهمین روز بهمن ماه منطبق با 5 فوریه سال 655 خورشیدی برابر با 1277 میلادی، در گذشت ابو عمر ابن علی شافعی ملقب به نجم الدین، معروف به کاتبی قزوینی، دانشمند، حکیم، منجم و ریاضیدان ایرانی. سال 846 خورشیدی برابر با 1468 میلادی، در گذشت یوهان گوتنبرگ، سازنده نخستین ماشین چاپ. سال 1135 خورشیدی برابر با 1757 میلادی، گاز کربونیک توسط جوزف بلک، شیمیدان انگلیسی، کشف شد. سال 1235 خورشیدی برابر با 1857 میلادی، زادروز هنری هرتز، فیزیکدان و ریاضیدان آلمانی که با ساختن یک فرستنده و گیرنده رادیویی به شهرت دست یافت. او برای اکثر دستگاه‌های الکترونیکی مثل رادیو، تلویزیون و رادار که امروزه در خدمت بشر هستند، اصول ثابتی را پایه‌گذاری کرد و ثابت نمود که می‌توان امواج الکتریکی را گرفت و فرستاد. سال 1259 خورشیدی برابر با 1881 میلادی، در گذشت توماس کارلایل، نویسنده و متفکر انگلیسی. سال 1347 خورشیدی برابر با 1969 میلادی، یاسر عرفات دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین شد. سال 1353 خورشیدی برابر با 1975 میلادی، در انتخابات انگلستان مارگارت تاچر در اولین دور انتخابات حزب محافظه‌کار با 130 رأی در مقابل 119 رأی ادوارد هیس، نخست وزیر سابق و رهبر حزب محافظه‌کار انگلستان را شکست داده و خود به رهبری این حزب رسید. سال 1353 خورشیدی برابر با 1975 میلادی، مدیر عامل صندوق بین المللی پول در رأس یک هیئت وارد تهران شد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، مجلس شورای ملی در جلسه علنی خود لوایح انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و محاکمه نخست وزیر و وزیران و مقامات عالی رتبه را به تصویب رسانید. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، دیوان عالی کشور پاکستان حکم اعدام ذوالفقار علی بوتو را تایید کرد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، خسرو قشقایی پسر اسماعیل خان سلطان الدوله، ایل خان ایل قشقایی که به دلیل حمایت مسلحانه از دولت دکتر محمد مصدق از ایران تبعید شده بود، پس از 25 سال به کشورش بازگشت. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، مهندس مهدی بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت انقلاب اسلامی انتخاب شد.